کاغذ خوشنویسی باید کاغذی کاملا صاف باشه و کاغذی باشه که اصطکاکمون برای قلم کم باشه که ما به راحتی بتونیم روش بنویسیم. کاغذهای گلاسه و براق برای خوشنویسی مناسبه. حالا برای شروع تمرین ما ابتدا باید یک خط بکشیم که به این خط خط زمینه گفته میشه. ببینید به این حالت این خط رو میکشیم که بهش میگیم خط زمینه، که ما نسبت به این خط شروع میکنیم به خوشنویسی کردن. حالا دقت بکنید، اگر یه همچین کادری داشته باشیم و بخوایم درون اون خوشنویسی بکنیم، خط رو اگر وسط بکشیم بعد از اتمام خوشنویسی اون ترکیب ما وسط در نمیاد، پس ما یک مقدار پایین تر خط رو میکشیم. چرا؟ چون تمامی کلمات و حروف ما روی خط قرار میگیرن و چون به سمت بالا میره دیگه این الان در وسط دیده میشه، پس یک مقدار خط رو پایین تر از وسط شروع بکنید. به این شکل با ما همراه باشید. در این پست با انواع قلم خوشنویسی آشنا میشیم. این قلم قلم دسفولی هست که برای کتابت و ریزنویسی استفاده میشه و این هم نوع قلم خیزران هست که در شمال کشور موجوده. قلم خیزران برای نوشتن عبارات و حروف درشت، یعنی درشت نویسی استفاده میشه. با ما همراه باشید. در این پست با دوات و لیغه آشنا میشیم. دوات به ظرفی میگن که دهانه اون بازه که ما به وسیله قلم بتونیم از توی اون مرکب برداریم. لیغه هم به این نخ ابریشم گفته میشه که آغشته به مرکب میشه. خاصیت نخ ابریشم این هست که 1. دیر فاسد میشه، 2. پرز نمیده و 3. به اندازه‌ای که ما قلم رو فشار بدیم به همون اندازه بهمون مرکب میده. حالا ما این مرکب رو میاریم، اون رو کامل هم میزنیم و قلم رو میاریم و درون این نخ ابریشم به این حالت قرار میدیم و آهسته اضافه میکنیم به نخ ابریشممون. میریزیم تا کاملا این نخ آغشته به این مرکب بشه. ببینید به این حالت کاملا آغشته شد و آماده نوشتن میشه. در این پست با انواع قلم تراش و همچنین قطع زن آشنا میشیم. قلم تراش خوشنویسی از جنس فولاد مرغوب ساخته میشه که میتونه تک تیغه، دو تیغه و یا مثل این 6 تیغه باشه. ببینید از 6 تا تیغه درست شده که بسیار بسیار تیغ تیزی دارند و باید بسیار حواستون رو جمع بکنید که به خودتون آسیب نزنید. به این هم قطع زن گفته میشه. قطع زن بسیار چیز محکمی هست که یک قسمت اون از شاخ حیوانات و یک قسمت اون از چوب بسیار سخت درست شده. برای تراشیدن قلم ابتدا قلم رو 4 الی 5 سانت بیرون از انگشتان قرار میدیم و چاقو رو با این شیبی که میبینید فشار میاریم و به این حالت برش میزنیم. حالا 1. برش ریز هم روی قلم میزنیم به این حالت و اون رو روی قطع زن قرار میدیم که با 1 درجه شیب 10 الی 15 درجه ای به سمت چپ قطع میزنیم به این حالت و قلممون آماده میشه. در
در این پست با طرز نوشتن نقطه آشنا میشیم. یادتون باشه نوشتن نقطه یعنی به اندازه هر قلم یک مربع کامل نوشتن. در خوشنویسی عبارات و حروف رو اندازش رو با نقطه مشخص میکنیم. ببینید مثلا این اندازه 3 نقطه عمودی از خط زمین است. حالا ببینیم این نقطه درست نیست چون کامل نیست. این مورب رو به پایین شد و خراب شد. این طولش بیشتر شد و همه اینها اشتباه است. نقطه کامل یک مربع کامل هست به این شکل. بنویسید، تمرین کنید و با ما همراه باشید. در این پست با طرز نوشتن حرف الف آشنا میشیم. برای نوشتن حرف الف ابتدا 3 نقطه عمودی از خط زمینه می نویسیم که اندازه الف رو به ما بده. حالا به اندازه این 3 نقطه از بالا به پایین به این حالت الف رو می نویسیم. یادتون باشه که حالت همزه باید در الف مستتر باشه. این الف کوچیک شد، یعنی کوتاه شد و این خیلی بلندتر شد و این یکی بسیار کوتاه و این بسیار پهن، چون قلم رو مورب گرفتیم و این بسیار بسیار نازک. پس دقت بکنید طرز الف نوشتن درست این هست که یک همزه در اون مستتر باشه و به اندازه 3 نقطه باشه. تمرین بکنید با ما همراه باشید. برای نوشتن حرف ب ابتدا 5 نقطه افقی در کنار هم دیگه می نویسیم که به ما یک اندازه میده و نیم نقطه بالای خط زمینه شروع می کنیم ب رو به این حالت می نویسیم و انتهای اون رو با نوک قلم یک ذره به سمت بالا و عمود تموم می کنیم. دقت بکنید حرف ب به اندازه 5 نقطه و انتهای اون به سمت بالا میاد. برای نوشتن ب کشیده ما میتونیم 7 تا 11 نقطه حالا نسبت به عبارتمون نقطه بذاریم و اندازه اون رو بنویسیم. این نمونه یک ب کشیده 7 نقطه ای هست. باز هم به فاصله نیم نقطه از خط زمینه شروع میکنیم، این ب کشیده تر مینویسیم و انتهای اون رو دیگه اونقدر بالا نمیاریم، عمود نوک قلم تموم میکنیم به این حالت. پس این شد 5 نقطه و این 7 نقطه. در این پست میخوایم یاد بگیریم که حرف دال رو چجوری بنویسیم. ابتدا باید 2 نقطه اندازه عمودی از خط زمینه مشخص کنیم به این حالت که دیدیم. یادتون باشه که یک سری از حروف به اندازه 2 نقطه هستند. دال، ر، واو و هی دو چشم، یعنی هی آخر. با تمام قلم به سمت پایین و کمی شیب به این حالت به سمت چپ و انتهای اون رو با نوک قلم تموم میکنیم. یک بار دیگه ببینید، با تمام قلم با یک شیب میاد اینجا تموم میشه و با نوک قلم کامل میشه این دال. در این پست با نوشتن حرف ر آشنا میشیم. یادتون هست که گفتیم حرف ر 2 نقطه اندازه میزنیم و قلم رو مورب به دست میگیریم، شروع میکنیم مینویسیم به سمت پایین و چپ و در نیمه راه وای میسیم و با نوک قلم ادامه میدیم. دقت کنید به این شکل. یک بار دیگه دقت کنید، در انتها با نوک قلم درست میشه. ببینید این اشتباه است چون دستمون رو بر نداشتیم و این ر خراب شد. پس ر رو باید به این شکل نوشت. تمرین بکنید تا بتونید خوب بنویسید. در این پست با طرز نوشتن حرف واو آشنا میشیم. ابتدا 2 نقطه عمودی از خط زمینه اندازه میزنیم
و واو رو به این حالت می نویسیم. دقت بکنید، با تمام قلم و در انتها با نوک قلم واو رو تموم می کنیم. یادتون باشه که جایگاه واو روی خط زمین است، اما در عبارات مختلف می تونه جاش عوض بشه، به خاطر اینکه ترکیب اون نوشتن حالا بنابر سلیقه اون خوشنویس می تونه تغییر بکنه. ببینید واو رو چگونه می نویسیم. ابتدا با تمام قلم به این حالت و با این گردی می نویسیم و گردی رو کامل می کنیم و زیر اون رو با نوک قلم به مانند ر تموم می کنیم. با ما همراه باشید. در این پست با نوشتن ه آخر آشنا میشیم. یادتون هست که گفتیم دو نقطه اندازه میزنیم، دو نقطه عمودی از خط زمینه. با تمام قلم شروع میکنیم با این شیب و این زاویه و پایین اون رو با نیم قلم ادامه میدیم و ه رو کامل میکنیم. یک بار دیگه ببینید، با تمام قلم و زیر اون رو با نصف قلم. دقت بکنید این ه اشتباه است و این ه هم اشتباه است. سعی بکنید که این سفیدی داخل ه بزرگ و کوچیک نشه. این ه کاملا درست هست. تمرین بکنید تا بتونید درست بنویسید. در این پست با طرز نوشتن حرف ف آشنا میشیم. ابتدا سر ف رو با قلم، با تمام قلم می نویسیم و به اون یک عدد ب اضافه می کنیم. ببینید این ب بدون در نظر گرفتن سر ف باید 5 نقطه باشه. 1، 2، 3، 4 و 5 بدون در نظر گرفتن سر ف. با تمام قلم گردی سر ف رو می نویسیم و ته اون رو آماده می کنیم برای اضافه کردن ب. این ب رو هم اضافه می کنیم تا حرف ف کامل بشه. شروع این حرف ب نیم نقطه بالای خط زمینه هست. در این پست با طرز نوشتن حرف قاف آشنا می شیم. اندازه شروع کردن حرف قاف 2 نقطه تا 2.5 نقطه فاصله از خط زمینه است. حالا براتون توضیح میدم که این قاف رو چطوری بنویسیم. ابتدا با تمام قلم گردی پایین قاف رو مینویسیم و بعد سر قاف رو تکمیل میکنیم و انتهای اون رو آماده میکنیم برای گردی اصلی قاف. ببینید ابتدا با نوک قلم با شیب 16 درجه شروع می کنیم، گردی اون رو می نویسیم و انتهای اون رو هم با نوک قلم و همون 16 درجه تموم می کنیم. این قاف 2 نقطه هست. طرز نوشتن حرف ی. ابتدا با تمام قلم شروع می کنیم و با این شیب و با نوک قلم سر ی رو می نویسیم. در مرحله دوم یک نقطه که کمی مایل به سمت پایین هست به اون اضافه می کنیم و در مرحله سوم که دوتا مرحله اول رو نوشتیم یک گردی به اون اضافه می کنیم که ابتدا با نوک قلم در میانه راه با تمام قلم و انتهای اون با نوک قلم به سمت بالا و کمی شیب به سمت راست تموم میکنیم. یادتون باشه که اگر ما یک نقطه به انتهای یه بذاریم باید با سر یه اندازه بشه که الان بهتون نشون میدم. اجازه بدید. بله این نقطه رو ببینید، باید اندازه بشه. اندازه سر یه 1.5 نقطه، بخش اول اون، بخش میانی 1.5 نقطه و بخش پایین و گردی هم 1.5 نقطه است.
در واقع جمعه. این نقاط میشه 4.5 نقطه. ببینید پس اندازه کلیه 1, 2, 3, 4 و 4.5 نقطه است. در این پست با طرز نوشتن حرف نون آشنا میشیم. اول ببینید که یک نون چجوری نوشته میشه و در ادامه بهتون کاملتر توضیح میدم. ببینید به این شکل. برای نوشتن حرف نون ابتدا 2 نقطه عمودی اندازه میزنیم. به اندازه 1.5 نقطه یک الف مینویسیم. در واقع یک الف کوتاه. و شروع میکنیم با نوک قلم گردی نون رو نوشتن، وسطاش با قلم کامل و انتهای اون هم با نوک قلم تموم میشه و نقطش هم وسط. در این پست با طرز نوشتن حرف لام آشنا میشیم. ابتدا یک الف 4 نقطه‌ای یا 4.5 نقطه‌ای می نویسیم که باید کاملا عمود بر خط زمینه باشه. حالا گردی لازم رو به اون اضافه می کنیم. ابتدا با نوک قلم، در میانه را با تمام قلم و انتهای اون با نوک قلم تموم میشه. این یک لام 4 نقطه‌ای بود. حالا می خواهیم یک لام با 4.5 نقطه بنویسیم. ابتدا 5 نقطه می زاریم. اندازه میزنیم و به اندازه 4.5 نقطه الف اون رو مینویسیم. ببینید به این شکل و گردی رو به اون اضافه میکنیم. اون لام اول در کتابت و در قلمهای ریز استفاده میشه و لام بعدی در ترکیبات بزرگتر. در این پست با طرز نوشتن کاف آشنا میشیم. برای نوشتن کاف ابتدا 5 نقطه عمودی از خط زمینه اندازه میزنیم و به اندازه 4.5 نقطه یک الف مینویسیم. دقت کنید 4.5 نقطه و به اون یک به اندازه 3 نقطه اضافه میکنیم. یادتون هست که به رو چجور مینوشتیم. این فقط یک به 3 نقطه‌ای هست. توجه کنید 1, 2 و 3 نقطه. برای نوشتن حرف کاف کشیده ابتدا الف اون رو مینویسیم که این الف باید 2 نقطه باشه و این کشیدگی رو که مثل ب کشیده هست به اون اضافه میکنیم. این کشیدگی از 9 تا 11 نقطه است و انتهای اون رو عمود تموم میکنیم. ببینید سرکش رو هم اضافه میکنیم با یک شیب 36 درجه ای. این هم به همین شکل و دقت بکنید به اندازه این الف 2 نقطه هست. شروع این کشیدگی ب 1 نقطه از خط زمینه هست و خود این کشیدگی هم 9 تا 11 نقطه. 5, 6, 7, 8 و 9 و 10 تا. پس 9 تا 11 نقطه. با ما همراه باشید. در این پست با طرز نوشتن حرف ه یا همون جیم و چه آشنا میشیم. ابتدا با نوک قلم به فاصله 2.5 نقطه از خط زمینه شروع میکنیم. نگاه بکنید که این ه چگونه نوشته میشه تا در مرحله بعد براتون کاملتر توضیح بدم. ابتدا گفتیم به فاصله 2.5 نقطه از خط زمینه شروع میکنیم. اندازه این سره 1.5 نقطه است. ببینید 1 نقطه و این هم 0.5 نقطه. با همین شیبی که میبینید ما باید گردی معکوس رو بنویسیم. ابتدا با نوک قلم، در میانه راه با تمام قلم و انتهای اون رو با نوک قلم تموم میکنیم.
این بیضی شبیه تخم مرغ باید باشه. برای نوشتن حرف عین ابتدا سر عین رو با نوک قلم می نویسیم و ادامه اون رو با 3/4 قلم به این حالت می نویسیم و این تیغه رو اضافه می کنیم و با همون شیب ادامه می دیم و گردی عین رو می نویسیم. گردی هم که ابتدا با نوک قلم، در میانه را با تمام قلم و در انتها با نوک قلم کمی به سمت راست. حالا باز هم دقت بکنید، سر عین با نوک قلم این 3/4 باید مماس با همین شروع عین باشه به این حالت و این تیغه آماده میشه. با همون شیب ابتدا با نوک قلم، در میانه را با تمام قلم و در انتها هم با نوک قلم و به سمت کمی راست. داخل گردی عین باید 5 نقطه به این حالت جا بشه. در این پست با طرز نوشتن میم آشنا میشیم. اول ببینید که این میم چجوری نوشته میشه تا در مرحله بعد کاملتر بهتون توضیح بدم. ابتدا با تمام قلم یک نقطه کامل می نویسیم و در ادامه با تمام قلم و در انتها با نوک قلم یک شیب به سمت چپ و اون رو آماده می کنیم که یک الف به امتداد اون اضافه بکنیم. اندازه سر این میم تا نقطه اتصال 3 است. ببینید 1، 2 و 3. و اندازه این الف 1، 2، 3، 4 و 5 هست. در این پوز با طرز نوشتن حرف ت دستدار آشنا میشیم. ابتدا با نوک قلم و نصف قلم این ت رو به این حالت می نویسیم و یک الف به وسط اون اضافه می کنیم که جمعاً 3.5 میشه. یه بار دیگه دقت بکنید که این حرف ت به چه شکلی نوشته میشه و الف. حالا این ت میتونه پایینش یک مقدار ضخیم‌تر هم باشه. گاهن اینطوری هم مینویسن و هیچ اشکالی نداره. اینها هر سه هم درست هست. ببینید این الف 1.5 اندازشه و یادتون باشه این شیب رو حتما رعایت بکنید در تمریناتتون. با ما همراه باشید. در این پست با طرز نوشتن حرف صاد آشنا میشیم. ابتدا با نوک قلم و نصف قلم بالای صاد رو می نویسیم و با نصف قلم پایین صاد رو اضافه می کنیم و این دسته رو آماده می کنیم که گردی به اون اضافه بشه. با نوک قلم، در میانه راه با تمام قلم و در انتها با نوک قلم این گردی رو تموم می کنیم. یادتون باشه که نقطه شروع صاد 2.5 فاصله از خط زمینه هست و درون گردی صاد این نقطه ها باید مستطر باشن و سر صاد خودش به اندازه 2 هست. در این پست با طرز نوشتن حرف سین آشنا میشیم. برای نوشتن حرف سین ابتدا با نوک قلم 2 دندونه می نویسیم و پایین اون رو آماده می کنیم برای گردی نوشتن. به حالت یک عدد 3 هست. ببینید اندازه اون هم 2 از خط زمینه هست، شروع سین. حالا گردی رو با نوک قلم، در میانه راه با تمام قلم و انتهای اون رو با نوک قلم تموم می کنیم. ببینید این سین رو ببینید، باز دندونه ها رو می نویسیم به حالت یک عدد 3 آماده می کنیم برای نوشتن این گردی.
انتهای این گردی با نوک قلم تموم میشه. حالا برای نوشتن سینه کشیده ابتدا با نیم قلم شروع میکنیم و با تمام قلم تموم میکنیم و پایین اون رو آماده میکنیم که گردی رو به اون اضافه بکنیم. گردی رو هم که میدونید با نوک قلم شروع میکنیم، در میانه راه با تمام قلم و در انتها با نوک قلم تموم میشه. یادتون باشه که انتهای تموم شدن این کشیدگی سین باید 1.5 فاصله از خط زمینه داشته باشه و خود کشیدگی این سین به اندازه 8 نقطه است. ببینید اینجا شیبش چطور هست و اینجا هم شیبش، حالا از این سمت بخوایم ببینیم رو بالاست، ولی موقع نوشتن ببینید از سمت بالا شروع میشه و سمت پایین میاد و این 5 نقطه رو به این حالت میاد و 3 نقطه آخر رو شیبش کم میشه.